أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم الحي القيوم وأتوب إليه. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه و نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علی و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين سيما بقية الله في الأراضين. عباد الله، اوصيكم ونفسي بتقوى الله. خداوند علی اعلا را بر توفیق حضور در مراسم نماز جمعه سپاسگزاری میکنم. خودم که از همه بیشتر نیازمندم، همه شرکت کنندگان، خواهران و برادران را به رعایت تقوا پروا پیشه کردن متذکر می شوم و سفارش می کنم تقوایی که به فرموده خداوند و پیامبران و امامان و تربیت شدگان مکتب اسلام تنها عامل سعادت و نجات ما انسان هاست. لذا ما مأموریم تقوا را یاد کنیم و حفظ کنیم و با تقوا زندگیمون را از هر خطر و آسیب محافظت کنیم. مکررن این جمله را یاد میکنم که سردار سخن قرآن ناطق فرمود مردم هوشیار باشین، تقوا رو حفظ کنین، الا فسونوها و تسونو بها، با تقوا خودتان را محافظت کنید. دو جمعه توفیق حضور در کنار شما خوبان را نداشتم. پنجشنبه قبل از جمعه اولی که توفیق نبود در محضر شما باشم، سفر زیارتی به مسجد نورانی هشتمین امام همام علی ابن موسر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا نصیبم شد و سفر کوتاهی چند ساعتی به مسجد کریمه اهل البیت حضرت معصومه سلام الله علیها. در هر زیارتگاهی به یاد شما مؤمنین همه مسلمین بودم و نائب الزیاره از طرف عزیزان. خدا را شاکرم که مجدداً توفیق حضور و زیارت شما عزیزان نصیبم شد. از عزیزانی که در این دو هفته سنگر نماز جمعه را با حضورشان پویا و با نشاط نگه داشتن، از خطبای عزیز و از شما عزیزان تشکر و قدردانی می کنم. اگرچه مناسبت های این ایام فراوان است، می دانین امروز چهارم ماه ذی‌الحجه است. ذی‌الحجه در بین ماه های سال قمری از ویژگی های برخوردار است. عید سعید اضحا در این ماه است، دهه اولش ایام ویژه است، روز عرفه،
روزهایی که حاجیان در مشاهد مشرفه حضور دارن، مشعر و منا، و همینطور روزهای بسیار عظیم و سرنوشت ساز در تاریخ اسلام در این ماه قرار گرفته. یکی از بزرگترین مناسبت ها عید سعید قدیر خم است که در آستانه اش قرار داریم. از او که بگذریم، 24 این ماه مباهله است، اونم جریان بسیار مهمی است. از نظر عبادی و تقرب ایام ویژه است. استفاده بردین از صحبت های عالم خدوم جناب آقای مصباح درباره قدیر و شخصیت حضرت باقر علیه السلام. من به دلیل خاص در خطبه اول از حضرت جواد الائمه علیه السلام یاد میکنم. آخرین روز ماه که پشت سر گذاشتیم، شوال، مصادف بود با شهادت حضرت جواد علیه السلام. در خطبه اول من بحث کوتاهی را از این بزرگوار و از مقام امامت خدمتتان عرض میکنم. در خطبه دوم مناسبت ها زیاد است. ازدواج حضرت زهرا و حضرت امیر علیهم السلام در اولین روز یا ششمین روز ماه ذی‌القعده است، ذی‌الحجه است. صحبت کوتاهی پیرامون این وصلت با برکت خواهم داشت. روز مبارزه با خشکی و بیابان که روز جهانی است. روز جهانی مهاجرت از مسائل مهم است که خوب است همه ما در این راستا اطلاعاتی داشته باشیم. مسائل اجتماعی، مسائل روز از موضوعات است که در خطبه دوم و اونها خواهیم پرداخت. با استعانت از خداوند و التماس دعا از شما عزیزان، خیلی کوتاه درباره حضرت جواد نکات را عرض بکنم. میدانین ما بر اساس حدیث متواتر که پیامبر اسلام فرمودن و در منابع اسلامی وجود دارد، معتقد به 12 خلیفه هستیم و 12 امام هستیم. اولین امام علی علیه السلام، بعد امام مجتبی، بعد امام حسین علیه السلام، بعد از امام حسین سلسله ائمه از فرزندان امام حسین انتخاب شده. این انتخاب، انتخاب خداست. خیلی ها شاید این سوال در ذهنشان باشه، امام ها را که انتخاب کرده؟ امام را مثل پیغمبر خدا انتخاب میکنه. ممکنه کسی بگه خب اینا که قبل از بعثت پیغمبر نبودن، ما هم میگیم نبودن، مگر خداوند در سوره مبارکه صف آیه 6 نمیفرماید سیعتی من بعدی رسول اسمه احمد، صلوات بفرستید. از قول حضرت عیسی ابن مریم علی نبینا و علیه السلام نقل میکنه که حضرت عیسی ابن مریم گزارش داد سیعتی من بعدی رسول، بعد از من یک پیامبری میآید، اسمش مشخصه، اسم پیامبر اسلام. همون گونه که انبیا را خداوند معرفی کرده، ائمه معصومین هم خداوند معرفی کرده. حدیث لوح که من مکرر در مناسبت های مختلف از او یاد میکنم، مستند این باور است. اون حدیث 12 خلیفه که همه مسلمان ها او را نقل کردن، دلیل بر این مدعا است. در بخشی از حدیث لوح خداوند امام جواد را این گونه معرفی می کند، لأسرنه، من امام رضا را
به وجود پسرش که اسم حضرت محمد جواد است شاد کنم. دقت کنین، لأسرن نگو، امام رضا را خوشحال میکنم. نام حضرت میبره ابنه، بعد میفرماید محمد فرزند امام رضا، محمد جواد. و خلیفته من بعده، جانشین او پس از او. همطوری که امام رضا جانشین داره، خودش جانشین پدرش هست، جانشین داره. تاریخ وقتی مراجعه کنین، امام رضا تا 47 سالگی پسر نداشت، اولاد نداشت. خیلی ها حضرت رو اذیت میکردن، زخم زبان میزدن، آزار میدادن. شما که میگفتین اماما 12 تاست، چرا شما اولاد ندارین؟ حضرت میفرمود که خداوند به زودی یقینا به من فرزند عنایت میکنه. و در 47 سالگی حضرت صاحب فرزند شد. تنها فرزند امام رضا هم حضرت جواد علیه السلام است. این شخصیت خیلی ارزشمنده. امام رضا فرمود مولودی در تاریخ ولایت با برکت تر از جواد الائمه برای پیروان ما نبوده. امامی که در 7 سالگی به مقام امامت میرسه، صحنه های بزرگ، مجالس بزرگ را مدیریت میکنه، دشمن را متقاعد میکنه، در مناظرات تشویق و تحسین دشمن را به دنبال اون آگاهی وسیع خود در معزه، در منظر و در ملاء عام جلب میکند و دشمن را وادار به اعتراف میکند. این یک در واقع لطف ویژه الهی است. زیاد وقت ندارم پیرامون حضرت جواد علیه السلام صحبت کنم، اما لازم است دو سه نکته را خدمت عزیزان به عرض برسانم. خوب است همه مسلمان ها، حتی همه انسان ها وقت مطالعه می کنن در تاریخ بشر و در تاریخ اسلام، سیره اهل بیت علیهم السلام مطالعه کنن. ما همیشه در زندگیمان برای حل مشکلاتمان به متخصص مراجعه می کنیم. در طبابت، در کشاورزی، در سیاست، در زراعت، در همه امور ما نیازمندیم به آگاه مراجعه کنیم. این راه پیشرفت است و الا جامعه پیش نمیره. امامان در قبال دانشمندان در علوم گوناگون از بالایی و والایی ویژه برخوردارن. نه تنها انسانهای عادی باید به امام مراجعه کنن، بلکه متخصصین و آگاهان عالم باید برای سعادت و خوشبختی و هدایتشان ائمه رو بشناسن. این یک واقعیت است. به همین دلیل است که شما شنیده این پیغمبر فرمود کسی که بمیره و امام زمانش را نشناسد به مرگ جاهلی مرده. وقتی سوال شد آقا این جهل چی جهلی است، حضرت فرمود که جهل او کفر و نفاق. پس شناخت امام یک راه است برای رسیدن به خوشبختی و سعادت هر امامی. امروز که به لطف خداوند شما و جامعه اسلامی، مخصوصا جامعه افغانستان معتقدن، جامعه اسلامی افغانستان اهم از تشیع و تسنن به حمد الله و المنه معتقد به مهدی هستند. من در یکی از این صحبت ها از مسئولین امارت اسلامی در یک کلیپی گوش دادم از منطقه طالقان پخش شد که یکی از دوستان علمای اهل سنت ما او روایت معروف را
از پیامبر نقل میکردن که پیغمبر فرمود طالقان مرکز گنج هست. بعد در بیان اون گنج که روایت هم داریم میفرمود و متن روایت رو به زبان خودشان بازگو میکرد، اون گنج مردانی است که به یاری و به حمایت از مهدی آخر الزمان برپا خیزند. شناخت هر امامی برای ما یک راه است برای رسیدن به سعادت. وجود نازنین جواد الائمه که بعد از پدرشان 7 سال یا 8 سال دوران امامتشان بود، ببخشید همراه پدر بود، 4 سال همراه پدر در مدینه، بعد از 4 سالگی امام رضا خواسته شد و در واقع آورده شد به خراسان. 3 سال جواد الائمه در حیات پدر در مدینه بود. بعد از شهادت امام رضا حدود 17 سال حضرت جواد امامت کردند. این بزرگوار فرمودن اگر کسی 3 خصلت 3 چیز را داشته باشد، این انسان مورد توجه و تکریم همه انسان ها قرار می گیرد. یکی داشتن اخلاق و سعه صدر. خود حضرت از اخلاق و سعه صدر بسیار بالای برخوردار بود، همونی که خدا در قرآن نسبت به پیغمبر می فرماید انک لعلی خلق عظیم. پیغمبر تو دارای اخلاق بزرگ هستی. 2 دور شدن از خصلت‌های زشت، بخل، بی‌وفایی، پیش پابینی، همه خصلت‌های ناپسند. 3 چیزی را که حضرت فرمود انسان اگر دارا باشد، این جامع کمالات است و سعادت را یقیناً در خواهد یافت، حضرت فرمود رعایت ادب. خود حضرت از هر 3 خصوصیت برخوردار و بهره‌مند بود. ما هم برای شناخت و احترام به جواد الائمه علیه السلام مکلفیم و موظفیم. وقت زیادی ندارم. در 4 سالگی جواد الائمه با پدر خداحافظی کرد در کنار قبر پیغمبر. جواد الائمه در مدینه ماند، پدر به اجبار به خراسان مشهد فعلی آورده شد. بعد ها به امام رضا خبر دادن آقا خادما خدمتکاران فرزند شما را وقتی از خانه بیرون می رود از در کوچک منزل که دیگران اونجا تجمع ندارن بیرون میکنن تا کمک کمتر به مردم و نیازمندان بکند. امام 8 وقتی این خبر رو شنید به فرزندش دستور داد و پیغام داد، فرزندم به من گزارش دادن شما از در کوچک به وسیله خادمین بیرون میاییم و مردم در نقطه دیگر منتظر دیدن شما هستند. دستور این است از در اصلی بیرون بیایی و هیچ نیازمندی را محروم از در خانه‌ات، در واقع بی نصیب و دست خالی خارج نکنی. جواد الائمه در 7 سالگی از 4 سالگی تا 7 سالگی و بعدها هم با این اخلاق با این روش زندگی کرد. شخصیتی که در همه ابعاد زندگی زندگیش استثنایی است. خب یک طفل که در ظاهر 7 سال عمر داره در مجالس بزرگان حضور پیدا میکنه، مجالس برای مناظره گفتگوی علمی برگزار میشه در قالب منظم، شخصیت های
معاصر اون زمان آگاهان و صاحبان اندیشه حضور پیدا میکنن، وقت پرسش از او صورت میگیرد به زیبایی همه سوالات را جواب میدهد، وقت نوبتش میرسد بزرگترین رجال علمی عاجز میماند و حضرت خودشان سوالات را که مطرح کردن پاسخ میدهند. در اونجاست که هم دانشمندان اظهار عجز و ناتوانی میکنند و هم مأمون که به هدف خاص جواد الائمه را در اون مجالس احضار کرده مجبور به تشویق میشود. این یعنی اعجاز، این یعنی اثبات حقانیت و حقیقت جواد الائمه، در واقع حقیقت امامت و حقیقت ولایت. خوب است من یک فراز از دانشمندان علمای بزرگوار اهل سنت من، دوستان اهل سنت و پیروان حضرت ابو حنیفه رضی الله عنه در این مسائل پا به پای دوستان اهل تشیع و پیروان ائمه معصومین، به ائمه معصومین باور دارند. شخصیتی است به نام ست ابن جوزی. ست ابن جوزی واعظ، مورخ و شخصیت آگاه و نامدار اهل سنت در قرن هفتم هجری و از شاگردان ابن عساکر دمشقی است. مجالس وعظ و ارشاد او مقبول عام و خاص بود. کتاب‌های زیادی دارد، از جمله دو تا کتاب ایشان تذکرة الخواص و مرآة الزمان فی تاریخ الاعیان. این کتاب ها از مهمترین آثار ابن جوزی به شمار می رود. من عمدن این فراز را اینجا مطرح می کنم و از همه عزیزان، مخصوصا دوستانی که از تلویزیون ملی ولایت بلخ امارت اسلامی این گزارش ها را پخش می کنم، تشکر می کنم و این را به نفع و به صلاح جامعه اسلامی می دانم. مرحوم ابن جوزی می‌فرماید امام جواد شخصیتی است این گونه: کان علی منهاج ابیه فی العلم و التقا و الزهد و الجود. چهار نکته را این دانشمند درباره جواد الائمه می‌نویسد: او در علم و تقوا، پرهیزگاری و سخاوت، چون پدر بزرگوارش امام رضا و دنبال روی او بود. جواد الائمه از منظر یک شخصیت بزرگ جهان اسلام. مرحوم ابن حجر هیثمی از علمای شافعی قرن دهم می نویسد: مأمون او را به دامادی انتخاب کرد. میدانین جواد الائمه با پیشنهاد مأمون با دختر مأمون ام الفضل ازدواج کرد، اگرچه شهادت حضرت هم توسط امین همسر بیوفایش صورت گرفت. میگوید چرا او را به عنوان دامادش انتخاب کرد: زیرا با وجود کمی سن از نظر علم و آگاهی و حلم، دقت کنین، بر همه دانشمندان برتری داشت. این سند معتبر داره، یک دانشمند بزرگ اهل سنت ابن حجر هیثمی صاحب کتاب السوائق المحرقه که در صفحه 205 این مطلب هست، این گونه جواد الائمه را معرفی میکنه. بگذارین یک فراز از غیر مسلمان ها هم بگم، چون در این روزهایی که میزبان سفرمان وجود نازنین پدر بزرگوارش حضرت رضا بود ایجاب میکنه، من گوشه ای از شخصیتی میوه دلشان را به شما ارادتمندان با قرآن اهل بیت مطرح کنم. اسقف مسیحی
پس از آگاهی یافتن از علم و دانش امام جواد در مسائل پزشکی، خیلی ها می آمدن اسقف وقت آمد با یک جوان کم سن و سال برخورد کرد، این همه اطلاعات در رشته های متعدد مخصوصا در رشته پزشکی. امام متخصص پزشکی نبود، یعنی یک درمانگاهی یک مطب نداشت، اما وقت اسقف اطلاعات حضرت را، گزارشات و راهنمایی های حضرت را درباره مسائل پزشکی شنید، این گونه نظر داد، گفت به نظر می رسد، عقیده خودش گفت، به نظر می رسد این شخص، یعنی امام جواد، پیامبری از نسل پیامبران است. ما امام جواد پیامبر نمی دانیم، امام می دانیم، اما به اندازه این اسقف تحت تأثیر رفته که اظهار می کند پیامبری از نسل پیامبران است. ابن شهرآشوب در کتاب مناقبش در جلد 4 در صفحه 386 این مطلب را بازگو می کند. امام جواد مثل همه ائمه ما دارای مقامات ویژه هستند و اگر گوشه ای از شخصیت اون حضرت را بازگو کردیم برای این بود که شناخت امام تنها راه رسیدن به معرفت کامل و رسیدن به راه سعادت و نجات است. لذا یادمون نرود پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتن جاهلیه. خدایا ما را با همه راه های سعادت از جمله شناخت ائمه معصومین آشنا بگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، الصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى علی امیر المؤمنین وعلى الصدیقة الطاهرة وعلى الحسن والحسین وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الحجة الخلف الصالح. ائمة المؤمنین، بار دیگر خودم و همه شما عزیزان را بر رعایت تقوا و پروا پیشه کردن سفارش میکنم. هم هوا به شدت گرم است، الحق والانصاف، و اگرچه به حمدالله والمنه فضای مصلا نسبت به گذشته ها تغییر کرده، یادم نمیره سالهای اول وقتی از نماز فارغ میشدیم نه تنها مردم، خودم، تمام در ایام گرمی و این فصل ها همه لباس هام از شدت گرما خیس می شد و تا منزل می رسیدم بخشی از این خلاصه گرما باعث می شد که باید لباس عوض بکنم. هم نمازگزاران و هم بنده، اگرچه فضا الان نسبتاً مناسب است اما هوا بازم به شدت گرم است، حضور شما عزیزان که مسئولانه و مخلصانه است باعث تشویق است و من هم بر حسب وظیفه در نماز جمعه به نکات
محوری و لازم برای سعادت و پیشرفت کشور و امنیت و اقتدار و عزت این سرزمین و حاکمیت به صلاح جامعه میپردازم. مسئله اول، مسئله روز جهانی مبارزه با خشکی در روی زمین است. ما چه کار بکنیم که کشور ما و همه این نقاطی که مردم در دنیا زندگی میکنن آسیب نبینن؟ سال به سال خشکی و بیابان افزایش پیدا نکنه، درخت و گیاه و سبزی و تراوت در کشورها و در جوامع وسعت پیدا بکنه. این یک وظیفه است، وظیفه ملی، وظیفه اسلامی، وظیفه شرعی. برادران و نمازگزاران عزیز، 27 جوزا که پشت سر گذاشتیم برابر است با عبده جوئین در سال 1994 به عنوان روز جهانی مبارزه با گسترش خشکی و تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. سند را که در اون مصوبه داشتن در اسناد سازمان ملل موجود است. چرا این بحث را ما اینجا یادآور میشیم؟ برای ارتقای آگاهی عمومی در رابطه با این هدف که ما مبارزه کنیم با خشکی و با بیابان، بیابانها را تبدیل به محل زندگی، درآمد، کشاورزی، سبزی کنیم، نه اینکه لحظه به لحظه بخشی از پیکر کشور ما تبدیل به بیابان و خشکی و کویر شود. هم وظیفه حکومت هاست، هم وظیفه مردم است. من یکی دو تا نکته را عرض بکنم. بیابانزایی یعنی مبارزه با بیابان، یا بگویم بیابان شدن و مناطق تبدیل به خشکی و در واقع بیاب و علف شدن سومین تهدید جهانی است، بعد از کمبود آب و خشکسالی. چالش مهم زندگی بشر همین افزایش بیابان است. بر اساس آمار 2,600,000,000 2,600,000,000، دقت کنیم، جمعیت دنیا الان 7,500,000,000 بیشتره. 2,600,000,000 نفر در بیشتر از 100 کشور که حدود 33% سطح زمین را تحت تأثیر قرار داده گرفتار بیابانم. این جمعیت زیادی است و این عرصه زیادی است در حال تخریب سرزمین ها است. بیابان زایی و افزایش بیابان ریشه در کمبود آب داره و افغانستان هم برتری هایی داره و هم مشکلاتی داره. افغانستان اقلیم خشک داره و بیابان زیاد داره، با مسائل و مشکلات درگیر است. پروژه های توسعه منابع آب باید همیشه بر اساس اقلیم افغانستان مدیریت شود، نه بی حساب و کتاب. ما باید برای زندگی خودمان و نسل‌های آیندهمان برنامه داشته باشیم. شما کابول ببینین، من یکی از کارهایی که الحمدلله در زندگی خدا روزی کرده مسئله تأمین آب است. در مناطق مختلف به اندازه روابطی که با کشور دارم مشکل آب نقاط مختلف افغانستان میدانم. امروز مشکل آب یک مشکل اساسی است. کابل گرفتارش شدیده که شهرهای بزرگ افغانستان، من پیشنهاد میکنم به مسئولین
به دلسوزان این کشور، شهرهای بزرگ مشکل آب مردم حل کنند. این سفره‌های زیرزمینی را به حساب کتاب امروز داریم استخراج میکنیم. این آبهای سطحی به هدر داره میره. این سیلهایی که میایه باید اینا مهار بشه. این آبهای سطحی، چشمه‌های ما باید مدیریت بشه، مسیرها تنظیم بشه، ضایعات نداشته باشه. شهر بزرگی مثل مزار باید آب آشامیدنی از منابع سطحی فراهم شود و مردم مشکل آب آشامیدنیشان حل شود. این آسانه. پروژه های بزرگ بر هدف آبادی کشور تنظیم شود. خشکی یک اصطلاح جغرافیایی است، به مناطقی که کمتر از 500 میلیمتر بارندگی سالانه داشته باشد به اون منطقه گفته می شود منطقه خوش. و خیلی وقتا ما این میزان از بارندگی را نداریم. ابعاد متفاوت این خشکی در افغانستان قابل مشاهده است. یک واقعیت اقلیمی است که لازم است با مدیریت درست این قضیه انشاءالله پیگیری شود. و همین مقدار عرض می کنم، لازم است مسئولین، متاسفانه دولت‌های گذشته، نه تنها دولت گذشته، در این مقوله خیلی ضعیف بودن، هم اطلاعاتشان کم بود، هم نیروی متخصص نداشتن، نیروی باورمند نداشتن. اما امروز الحمدلله در رأس قدرت و در برنامه ریزی علما هستند و آگاهان مسائل اسلامی هستند. پیغمبر بزرگوار اسلام می‌فرماید هر کس سمت را در دولت اسلامی به عهده بگیرد و مسئول بخش از بخش‌های حکومت دینی گردد، موظف است هر آنچی را برای حفظ حیات و سلامت حیثیت اجتماعی و مانند آن به خود برنامه ریزی می کند، برای همه مردم، برای همه ساکنین اون کشور او برنامه را داشته باشد. ما امیدواریم امارت اسلامی، مسئولین با این ایده و با این مفکوره انشالله مسئله مبارزه با خشکسالی را دنبال کنند. مسئله دوم و مسئله مهمی که هست، مسئله روز جهانی خدمت شما عرض بشه که مهاجرت است. مسئله مهاجرت یکی از مسائل مهم امروز دنیا و مخصوصا افغانستان است. در تاریخ 20 ژوئن برابر با 30 جوزا روز به نام روز جهانی پناهندگان از طرف سازمان ملل اعلان شد. مسئله مهاجرت در اسلام، در تاریخ اسلام خیلی وسیع است. قبل از اونه که پیغمبر به مدینه مهاجر شود، علما هستند در جلسه، جمع از مسلمان ها مهاجر شدن به حبشه، حتما شنیده ایم. کفار قریش اونا را دنبال کردند که اونها را با هدایایی که به نجاشی پادشاه حبشه برده بودن اونا را برگردانند. اتفاقا برادر حضرت علی جعفر ابن ابی طالب که سخنگوی مهاجرین بود، مطالب را درباره حضرت مریم و حضرت عیسی علی نبی و علیه مسلات و السلام بیان کرد. نجاشی و کابینش متحول کرد و نجاشی از مهاجرین حمایت کرد. مسئله مهاجرت هم در اسلام و هم در تاریخ بشر مهم است. قرآن می‌فرماید الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. سوره مبارکه توبه 20. گاهی مهاجرت ضروری است، چاره‌ای نیست. مهاجرت یک مقوله شناخته شده است در این دنیای پهناور
وقتی انسان مجبور به مهاجرت می شود، کشورهایی که مهاجرین در اونجا می روند اونا وظایف دارند، به باورهای مهاجرین باید احترام قائل باشن، انعنات مهاجرین را تکریم کنن، زمینه گفتمان و شناخت مهاجرین را فراهم کنن، صلح‌آمیز شدن دنیا یکی از فرایندهایش مسئله هجرت است. هجرت هم دستاوردهایی داره و هم مشکلاتی داره. حالا وقت ما خیلی ایجاب نمی کنه. هر سال صد هزار و شاید میلیون ها، صدها هزار و میلیون ها نفر به دلایل سیاسی و سرکوب های دولتی یا جنگ و قحطی و نداشتن درنمای روشن از آینده مهاجر می شوند. دلایل مهاجرت هم این هاییست که عرض کردم. بعضی ها آینده را در کشور خودشان تاریک می بینند. مسائل غذا، مسائل امنیت، مسائل سیاسی. به همین دلیل دو نکته را باید عرض بکنم، وقت من کم است. افغانستان آماری را که وزارت مهاجرین نشان می‌دهد، علاوه به کشورهای همسایه یعنی پاکستان و ایران که آمار مهاجرین ما در این دو کشور خیلی زیاد است، اینا را استثنا می‌کنیم، به میلیون ها نفر میرسه. بیش از 450 هزار افغانستانی در دیگر کشورهای آسیایی زندگی میکنن غیر از پاکستان و ایران. این وزارت میگوید در کشورهای اروپایی، آمریکایی، استرالیا غیر از اون 450 نفر در کشورهای آسیایی، در آمریکا و اروپا و استرالیا بیش از 541 هزار افغانستانی مهاجرت کرده، یعنی تقریبا میشه 1 میلیون مهاجر در کشورهای آسیایی و در آمریکا و اروپا و استرالیا. ما مهاجران زیادی در دنیا داریم. در قبال این مهاجرت باید برنامه داشته باشیم. مهاجرت دلیلش چیست؟ اینطوری نیست که مهاجرت همش به نفع مردم باشه. من گاهی به این مقوله فکر میکنم، جوانی 20 ساله 25 ساله ما که پدرش مادرش این کشور او را تربیت کرده، شما یک طفل وقتی به دنیا میایه محاسبه کنین تا 20 ساله میشه 25 ساله میشه مکتب و پوهنتون و دانشگاهش میخونه چقدر هزینه داره، او متخصص میشه و این راحت در یک کشور دیگه پذیرش میشه. اونا حساب کتاب دارن، سی وی و در واقع همون تاریخ و سی وی و گزارش زندگی این جوان اول بررسی میکنن، بعد زمینه مهاجرتش میپذیرن. یک ثروت آماده، یک جوان مستعد که 20 سال 25 سال 30 سال بیشتر کمتر کشور ما با او عزیز نکرده، ایره راحت میپذیرن و از انرژی آماده او برای سالها استفاده میکنن، به اندازه هزینه خور و خوراکش براش امکانات میدن. ما باید یه فکر کلان و دور و اندیشه بلند را در کشور، کار بزرگان، شخصیت ها، صاحبان قدرت برنامه ریزی کنن، نگذاریم نسل ما این گونه از دست من بره. با ایده انسانی که تخصص نداره، آگاهی نداره، نمیشه کشور اداره کرد. علی کل حال بعضی از مسائل باعث مهاجرت است. آزادی بیان، البته آزادی مذهبی، مسائل درآمد، مسائل امنیت، اینا از مسائل است که زمینه مهاجرت را آماده میکنه. و ایران باید بدانیم معمولا متعارف است، این دیگه یک جریان است که ما نمیتونیم نسبت به او چشم بسته حرکت کنیم. در مسائل سیاسی دولت ها و حاکمیت ها معمولا استراتژی خودشان را بیشتر در نظر دارند، اما در مسائل اعتقادی، مسائل کار، مسائل امنیت، اگر برنامه ها درست برنامه ریزی شود، زمینه
مهاجرت به شدت کم می شود. امید است که ما با دادن حق آزادی دینی اعتقادی که از بنیادی ترین حقوق بشر است و سایر مسائل زمینه مهاجرت را کم کنیم و از طرف دیگر اگر کسی در کشور مهاجر می شود ما این را به عنوان یک سند انسانی و اعلانیه جهانی حقوق بشر که مربوط به پناهندگان از ماده 13 و 14 می نویسد هر کس حق دارد در داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند، محل اقامت خود را انتخاب کند، هر کس حق دارد هر کشوری از جمله کشور خود را ترک کرده یا به کشور خود بازگردد، هر کس حق دارد در برابر تعقیب، شکنجه و آزار پناهگاه جستجو و در کشورهای دیگر پناه اختیار کند، در موردی که تعقیب واقعا مبتنی به جرم عمومی و غیر سیاسی یا رفتارهای مخالف با اصول و مقاصد ملل متحد باشد نمیتواند از این حق استفاده کند. بله، جانیان کسانی که جامعه را به سراشیبی و به ناامنی میکشانند، جنایت میکنند، اینها در هر کشوری بروند باید تعقیب شود. خب بازم مطالب فراوان است و من وقتم خیلی کوتاه شد و کم، باز هم کوتاه دو نکته را عرض میکنم و انشالله از همه التماس دعا دارم. یک مسئله مهم، مسئله است که در روزهای گذشته در شهر مزار شریف و در ولایت بلخ، یعنی دیروز روز پنجشنبه، والی این ولایت جناب مولوی صاحب محمد یوسف وفا که چند ماهی است مسئولیت این ولایت را به عهده گرفتن و فعالیت های خوبی را الحمدلله در ولایت آغاز کردن و دنبال میکنن، جلسه ای داشتن با شورای علما و متنفذین ولایت بلخ که در این جلسه مطالب را مطرح کردن، از جمله گفتن ما از طریق علما و متنفذین میخواهیم ارتباط مستقیم با مردم و حاکمیت و امارت اسلامی را برقرار بکنیم و از طریق افراد معتمد مشکلات مردم را دنبال بکنیم. این بحث بسیار خوبی است. مردم باید دسترسی داشته باشند. من در صحبت‌های بعضی از خطبه‌ها و جلسات عرض کردم این دسترسی و این ارتباط مستقیم باعث حمایت مردم از حکومت میشه، دلگرمی مردم از حکومت میشه. شرطش اینه که اونهایی که واقعا با مردم مرتبطن با اونها مشوره شود و این مقوله خوبی است. و همینطور در این جلسه از علمای اهل تشیع دعوت کرده بودند، ریاست محترم شورای علما و شخصیت‌های دیگری که در این جلسه حضور داشتند مطالب را مطرح کردند. ما با عنوان بخش عظیم از جامعه افغانستان و جامعه اسلامی در مجموع شیعیان افغانستان، حالا بحث درصد من خیلی جدی مطرح نمی کنم، شاید نزدیک بین 7-8 میلیون جمعیت در این در این کشور الحمدلله پیروان اهل بیت هم. ما با تمام وجود از امنیت، از حاکمیت، از وحدت و از عزت و از اقتدار حکومت حمایت کردیم و خواهیم کرد. و جالب و در واقع ارزشمند است که مسئولین با بزرگان ما، با متنفذین ما، با آگاهان ما بنشینند و ما را از زبان این کسانی که با جامعه ارتباط دارند بشناسند. من همیشه عرض کردم نمیشه یک جامعه را از دید عناصر سیاسی که با اغراض مادی
با شعارهای خلاصه فریبنده و غیر واقعی سپری کردن شناخت، البته احترام همه محفوظ است. این مسئله انشالله مسئله نیک و مبارک است و ما خوشحال هستیم. مسئله دیگری را که باید عرض بکنم، مسائل آموزش زنها، مسائل کار، از واقعیت هایی است که باید به اینا توجه بشه و بتوانیم زمینه ارتباط با دنیا و در واقع تعامل بزرگ را فراهم کنیم. من خیلی از نکاتی که اینجا فرصت نیست مطرح نمی کنم، صحبت جناب آقای مجاهد سخنگوی امارت اسلامی را که در صحبت‌های روزهای آخر ایشان داشتن، گفتن که بحث کار بانوان در کشور، بخشایی که نیاز است بانوان کار میکنن، گفتن ما زمینه را در جایی که ضروری است خواهرها و بانوان کار بکنن دنبال میکنیم، و گفتن راه‌های به اصطلاح کار خانم‌ها را که در مقابل این برنامه منع کار صورت گرفته بخشای مسئول دنبال میکنه، ما به عنوان یک خلاصه دوستدار و دلسوز و حامی امنیت و پیشرفت کشور حرف خودمون نمیگیم که مسئله آموزش و مسئله کار زنها باید در قالب سالم و در قالب شناخته شده و در واقع جهانی پیگیری شود و این به نفع قطعا افغانستان و امارت اسلامی است. کشورهای مختلف دنبال منافع خودشان هستند. یقین داریم کشورهای قدرتمند از ناامنی افغانستان همیشه بهره میبرند. حتی خیلی از کشورها در ناامنی افغانستان منافعی را دنبال میکنند. گسترش اسلام به شکل واقعی و همه جانبه زمینه پیشرفت افغانستان فراهم میکنه و ما پیشنهاد میکنیم در این برهه از تاریخ مسئولین با نگاه بزرگ و با نگاه به گذشته و تاریخ خلاصه پرفراز و نشیب افغانستان تصمیم های انشالله جهانی و ملی و به منفعت همه افغانستان دنبال کنن. عرضم کوتاه میکنم، ما در این ماه یکی از مناسبت هایی که داریم مسئله ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا علیه السلام بود که من فرصت نشد خیلی صحبت کنم. این ازدواج که در روز اول ماه ذی‌الحجه و بعضی هم نوشتن ششم ماه ذی‌الحجه اتفاق افتاده، با برکت ترین ازدواج تاریخ است. چون خیلی از شما دوستان قرآنی هستیم و الحمدلله جامعه ما جامعه اسلامی است، در سوره مبارکه الرحمن سوره 55 قرآن آیه 216 تا 22 این آیات است: مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان، تا اونجا که میرسه یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. خداوند میفرماید دو دریا را روان کرد تا با یکدیگر تماس پیدا کنن، از اون دو دریا مروارید و مرجان بیرون می آید. ما در قرآن درباره ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا آیه صریح نداریم، اما مفسرین میگویند این دو دریا علی و فاطمه بود. لولو و مرجان منظور از مروارید، یخرج منهما اللولو، امام حسن، و منظور از مرجان و المرجان وجود نازنین امام حسین است. حالا این تفسیره، علمای تشیع، علمای اسلامی، اهل سنت در تفاسیرشان این مطلب آوردن. مهم این است که بدانین وقتی حضرت زهرا 9 ساله شد خیلی خواستگار آمد. از صحابه تاریخ بخوانین، از خدمت شما عرض بشه که متمولین هر کی می آمد پیغمبر اسلام می آمد با حضرت زهرا صحبت میکرد، حضرت پاسخ منفی میداد. تاریخ داره عبدالرحمن ابن عوف با پیشنهاد مهریه کلان به خواستگاری آمد.
کتاب دلائل الامامه این مطلب خدمت شما رو مطرح کرده. هیچ کسی را خلاصه پیغمبر یعنی با حضرت زهرا که مطرح کرد نپذیرفت. حضرت امیر علیه السلام در لابلای صحبت هاشان اشاراتی داشتن، مثلا فرمودن که فاطمه شایسته رغبت ورزیدن و دوست داشتن است. قبلا حضرت در صحبت هاشان با شناخت حضرت زهرا داشتن فرمودن فاطمه شایسته رغبت ورزیدن و دوست داشتن است. ازدواج با حضرت زهرا دغدغه شب و روز علی علیه السلام بود، اما خیلی با حیا و با برنامه جلو آمد. هر کسی که می آمد پیغمبر جوری دیگه برخورد میکرد، اما حضرت علی وقتی آمد رابطه و برخورد پیغمبر جوری دیگری بود. وقتی آمد به حضرت زهرا مطرح کرد فرمود فاطمه جان خواستگارا زیاد شده، لحظه به لحظه می آیم، شما هم در آستانه ازدواجی رو. اما این دفعه علی آمده، سابقه علی رو میدانی، اما وضعیت مالی خوبی نداره، یک شتر داره با او کار میکنه منبع درآمدشه، یک شمشیر داره و یک زره داره. جالبه، از زهرا فرمود پدر فقر عیب نیست. مهریه صداق علامت صداقت مرد است. پیغمبر وقتی با حضرت زهرا مطرح کرد اعلان رضایت کرد به امیرالمومنین این خبر داد، بعد فرمود چی داری؟ خب خودش میدونست شمشیر است و زره است و شتری. فرمود علی جان شتر که منبع درآمدته، شمشیرم که تو لازم داری، اما زره رو بفروش، تو میتونی بی زره هم در میادین بدرخشی. رفت زریش فروخ، تاریخ می نویسد به 480 درهم، من دیگه وقتم خیلی کمه. این را تقدیم پیغمبر کرد، یا رسول الله همه امکانات من همین است، من به خواهرها و برادرها با اینی که وقتم گرفته شد عرض میکنم بیاین ازدواج زهرا رو مطالعه کنین، چقدر ساده برگزار شد. باور کنین آشپز مراسم ازدواج علی و فاطمه خود پیغمبر بود، با دستای خودش غذا پخت. جهیزی حضرت زهرا را بخونید، ابدا قلم بعضی ها نوشتن، اکثر وسائلی که برای بی بی تهیه کرده بودن از گل بود، از خزف بود. این ازدواج صورت گرفت. برکاتی که در این ازدواج است اینها را نباید فراموش کنیم. پیغمبر، اینم عرض میکنم، یک سوم مهریه را خدمت شما عرض میشه، همون مبلغ را که حضرت علی در خدمت پیغمبر قرار داد، داد در اختیار جناب خلیفه اول مسلمین جناب ابوبکر رضی الله عنه و چند تن دیگر تا اونها برون و جهیزیه را تهیه بکنن. ازدواج حضرت علی و حضرت زهرا بسیار نکات جامعه برای سهولت در زندگی امروزی جامعه ما دارن و امید است که ما این مسائل را جدی بگیریم و بخوانیم و انشالله نسل امروز من را با تأسی به امیرالمومنین و حضرت زهرا خوشبخت و انشالله آشنا بگردانیم. در آستانه دوتا عید بزرگیم، هم عید سعید اضحا انشالله برنامه داشته باشیم، عید قربان، و بالاتر و مهمتر آماده میشیم برای تجلیل از عید الله اکبر، عید سعید قدیر خم. انشالله توفیقی باشه در خطبه ها و هفته های آینده این مسائل دنبال میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از اونی که سوره مبارکه را بخوانم دو سه تا دعا کنم. خدایا این لحظات لحظات استجابت دعاست، فرج آخرین، امید بشریت را برسان. کشور ما، حکومت ما، مردم ما را در پناه خودت، در حمایت خودت،
از همه مشکلات رهایی مرحمت فرما. خدایا از سویدای دل این جمعی که رو به قبله ساعت هاست لحظات طولانی اینجا نشستن عاجزانه از تو میخواهیم در محوریت قرآن و پیامبر و اهل بیت ما را به هم دیگه مهربان تر بگردان. دست ها و زبان ها و قلم های نفاق افکن اگر قابل اصلاح اگر نیستن نابود و ریشکن بگردان. همه دلسوزان به اسلام و به افغانستان و به این مردم را خدایا بیش از پیش حمایت و لطف و عنایت بیشتر در حقشان مرحمت بفرما.